وقت بخیر میگم خدمت شما عزیزان با یک قسمت دیگه از مجموعه تشخیص تصاویر در خدمتتون هستیم یک تصویری رو میخوام بهتون نشون بدم که احتمالا خب ممکنه توی پرکتیستون باش زیاد در حقیقت ببینید حالا نمیگم خیلی زیاد ولی حداقل ممکنه چند باری دیده باشید یا اگر بیمار چشم بیشتر ویزیت کنید خب طبیعتا بیشتر میبینید همچین بیمارانی رو چیزی که روی این تصویر میبینیم خب یه گربه ای هست که ببینید روی قرنیش یک سری ضایعاتی وجود داره که بخوام بهش اشاره بکنم میبینید محدوده زایه رو توی چه در حقیقت قسمتی قرار داره از ناحیه تمپورال شروع شده همراه با رگزایی روی سطح قرنیه اومده و محدوده زایه رو من کاملا مشخص بکنم چون یه ذره بزرگتر از چیزیه که تو عکس به راحتی دیده میشه و پیشرونده بودن زایه رو میتونیم کاملا درک بکنیم وجود رک سوپرفیشیال رو میتونیم اینجا ببینیم که برامون های اهمیت هست که به صورت شاخه درختی هستند. و داره این شاه های درخت گسترش پیدا میکنه و نواهی سفید رنگی که میبینید بیشتر سلده التهابی هستند مثل این نواهی و مهمترین چیزی که توی این تصویر ما میخوایم بهش اشاره بکنیم وجود این نواهی دایره مانند سفید هستش که ما بهش میگیم پلاک این پلاک هایی که در حقیقت اینجا وجود دارند خیلی اوقات ما رو مشکوک میکنن به یه مریضی خاصی که بیشتر توی گربه ها ما میبینیم اونها رو و خیلی باید حواسمون بهش باشه و حالا تو اسلاید بعدی بهش اشاره میکنیم <تصفيق> ولی چیزی <applause> که بیشتر مد نظرم از نشون دادن این تصویر وجود رگ ها رو میخوام خدمتتون بگم ماهیت پیش رونده بودن زایر رو میخوام بهتون بگم وجود سلای التهابی که به صورت سفید رنگ خودشون نشون میده و اینو نباید با جسم خارجی یا با مثلا وجود ارز کنم خدمت شما چرک یا عفونت مثلا اشتباه بگیریم این همچنین چیزی نمیتونه باشه و مهمترین کاری که در این مواقع میشه کرد چون خیلی اوقات خودتون هم بهتر از من میدونید که با نگاه کردن ساده نمیشه متوجه شد که این دقیقا چی هست و ما با چی داریم سر و کله میزنیم بهترین کاری که میشه کرد استفاده از سایتولوژی هست یعنی برداشتن یک نمونه با یه سواپ حتی ساده حتی رازه نیست حتما سایتو براش باشه با یه سواپ استریل و رول کردنش روی سطح لام و بعد رنگامیزی گیمسا که ما میتونیم بعدش یک همچین چیزی رو ببینیم که اون هم سلای اوزینوفیلیک هستن وجود سلای اوزینوفیلیک خیلی ما رو در حقیقت کمک میکنم به تشخیص و این سایتولوژی خیلی میتونه برای ما مهم و تاثیر گذار باشه حالا باکتری هم میبینید ولی مهمتر از همه همون اوزینوفیل ها هستن که شما میبینیدشون حتی شما یک دونه سل اوزینوفیل هم ببینید کفایت میکنه برای اینکه تشخیصتون رو تایید بکنید و بعد میبینید که روند درمان بیمار رو یک هفته بعدش که چقدر زایه کمتر و کمتر و بهتر شده و اینجا با از بین رفتن سل التهابی شما تازه دارید این عروق شاخه درختی یا سوپرفیشیال رو در حقیقت مشاهده میکنه روی سطح قرنیه و اینم دو هفته بعد از شروع درمان هست که دیگه تقریبا میتونم بگم چیز خیلی زیادی نمیبینید حتی عروق هم دیگه در این حد محدود شدند و این بیماری که الان با هم صحبت کردیم فیلاین اوزینوفیل کراتایتیس بود که شما اگر توی فیلد میکروسکوپیتون حتی یک عدد اوزینوفیل هم ببینید تایید تشخیص هست برای شما و لازم نیست شما حتما تعداد خاصی ببینید تو، توی پی تون تو هر پی یا تو کل لامتون حتی شما یه دونه اوزینوفیل هم ببینید کفایت میکنه برای تایید تشخیص شما معمولا برای درمانش هم میشه بسته به حالا شرایط حیوان میشه از قطره پردنیزولون استفاده کرد میشه عرض کنم خدمت شما از قطره سیکلوسپورین استفاده کرد که ما معمولا ترجیح به داروهای موضعی داریم داروهای سیستمیک هم میشه استفاده کرد ولی با توجه به عوارض داروهای سیستمیک معمولا ما داروهای موضعی رو ترجیح میدیم قطره پردنیزورون هم بهتر با احتیاط مصرف بشه و تحت ساپورت مثلا قطره ویروسیت باشه به خاطر اینکه خیلی اوقات استفاده کردن از کورتونهای موضعی میتونه باعث بشه که در حقیقت هرپس ویروس توی بدن بیمار اود بکنه و ما زخم قرنیه رو ببینیم و ملاحظات مهم قطرهای کورتیکو رو باید حتما داشته باشیم و نکته دیگه ای که باشه بخوام خدمتون بگم به ذهنم نمیرسه ولی فیلان اوزین و فیل میتونه خیلی مریضی با ظاهر بدی باشه که به خوبی به درمان در حقیقت پاسخ میده خوشحال شدم در خدمتون بودم و اوقات خوبی داشته باشید